موضوع شبه نظامیان موجود در عراق که تقریبا همه آنها طرفدار ایران هستند موضوعی است که همواره مورد بحث و بررسی و بوده و شخصیت های مختلف سیاسی عراق در مورد آن موزه مختلفی داشتند در جدیدترین موضعگیری در این باره مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه عراق که اطلاف به رهبری او با کسب 73 کرسی پیروز انتخابات پارلمانی اخیر این کشور شده از گروه های مسلح شیعه طرفدار ایران خواست تا در صورت علاقمندی به مشارکت در دولت آینده عراق اعلام انحلال کنند همکار عملی اکبری گزارش می دهد مقتدای صدر رهبر جریان صدر عراق که تقریبا پرطرفدارترین ترین جریان سیاسی شیعه در عراق به شمار می روید. از همه گروه های عراقی خواست تا سلاحای خود را به هشت شعبی عراق تحویل دهند او همچنین از هشت شعبی درخواست کرد که صفوف خود را به تعبیر او عناصر بی انضباط پاکسازی کند و افراد به گفته او فاسد را به قوه قضایی تحویل دهد برخی تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که شبه نظامیان عراقی با چنین درخواست مخالفت خواهند کرد اتفاقی که میتواند تلاشهای صدر برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در عراق را با مشکل مواجه سازد این گروه از تحلیلگران همچنین پیش بینی کنند که طرح درخواست انحلال شبه نظامیان عراقی میتواند تنش ها میان شیعیان این کشور از جمله میان طرفداران ایران و پیروان صدر را تشدید کند حامیان صدر که در انتخابات سراسری ماه اکتبر عراق پیروز شدند برای معرفی نخست وزیر این کشور به شرکای نیاز دارند که از آنها حمایت کنند فراکسیون های طرفدار ایران در این انتخابات تعداد قابل توجهی از کرسی های پارلمان را از دست دادند به گفته برخی تحلیلگران سیاسی اعتراض های حامیان شپ نظامیان طرفدار ایران به نتایج انتخابات ماه اکتبر با هدف فشار بر صدر برای اطمینان از اینکه آنها بخشی از کابینه بعدی هستند انجام می شود اما فراخان مقتدای صدر برای انحلال شپن نظامیان عراقی که خارج از چارچوب هشت و شعبی فعالیت می کنند دست ردی بود بر این تلاش ها هشت شعبی متشکل از نیروهای عمدتا شیعه و برخی گروه های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی است که از سال 2014 با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شدند و سپس به طور رسمی تحت فرمان نخست وزیر عراق قرار گرفتند.